شمار بیشتری از آتش و دود خفه کننده حملات اسرائیل به شهر غزه و محلات اطراف آن گریختند. روز گذشته پنجشنبه ده‌ها هزار پناهجو از جاده صلاح الدین به مرکز غزه و خان یونس سرازیر شدند، در حالی که سربازان اسرائیلی مراقب بودند که شبه نظامیان حماس از ازدحام جاده برای انتقال نیرو و گروگان‌ها به جنوب استفاده نکنند. We know that the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one. ما می‌دانیم که وضعیت غیر نظامیان در نوار غزه آسان نیست و چالش‌ها بسیار هستند و می‌دانیم که مشکلات هم زیاد است. ولی می‌توانم بگویم که در نوار غزه بحران انسانی وجود ندارد. ما در جنگ هستیم، جنگی که ما آغاز نکردیم. حماس انتخاب کرد که این جنگ را آغاز کند. نیازمندی‌های ضروری بیجا شدگان غزه پیش از آن که از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شود، در گذرگاه نیتزانای اسرائیل بازبینی می‌شود. سرهنگ تترو می‌گوید تمرکز اسرائیل بر نیازهای اولیه انسان دوستانه چهارگانه است: غذا، آب، تجهیزات بهداشتی و سرپناه‌ها، و هرچه از این چهار دسته خارج باشد اجازه ترخیص پیدا نمی‌کند. تترو گفت سربازان اسرائیلی با صلیب سرخ جهانی برای رساندن تجهیزات به بیمارستان‌ها همکاری می‌کنند. روند ارسال تجهیزات فقط هنگامی وقفه پیدا می‌کند که حماس جلوی آن را بگیرد.